بچه ها سلام. سلام سلام سلام. خانم ها آقایان سلام. پدر و مادر و پدر بزرگا مادر بزرگا و دختر و پسر و همه کسایی که علاقمند هستید به هیجان و مخصوصا مسابقه، سلام و درود بر شما. من جواد مولانیا و اینجا استدیوی ضبط مسابقه مسیر پرواز. و اما مثل هر مسابقه ای 4 نفر شرکت کننده داریم و 2 نفر داور که کارشناسان ما هستند. و با افتخار معرفی میکنم جناب آقای دکتر حنیف افخمی، کارشناس درس ادبیات. حنیف افخمی کارشناسی ارشد و دکترای ادبیات از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. برجستش میکنی، از بیت جداش میکنی، روش مثله میریزی. وایسا ذهنتو پراکنده نکن، خود کنکور انقدر استرس داره. سلام آقای بفرمایید. خواهید و کارشناس بعدی ما جناب آقای مهندس بهروز نادری نژاد، کارشناس درس فیزیک. بهروز نادری نژاد کارشناس مهندسی طراحی فرایند از دانشگاه علم و صنعت. جا به جایی چپ مثالایی که ارزش یادگیری رو داره. دلتا تا تمنی تا تو منی تا تا یک چند بار تو اتاری تا دوازده دیگه. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. و اما با تشویق بچه های شهر ری که اینجا نشستند که قرار همکلاسی هاشونو که اونا هم از شهر ری اومدن تشویق کنن، میریم سراغ مسابقه. بفرمایید. شرکت کننده های در مسابقه، نفر اول سرکار خانم الناز قاسمی، تشویقشون بفرمایید. خیلی خوش آمدید خانم قاسمی. و اما شرکت کننده بعدی سرکار خانم فاطمه حبیبی، تشویقشون بفرمایید. شرکت کننده بعدی سرکار خانم عطیه نفری، تشویقشون بفرمایید. شرکت کننده چهارم سرکار خانم مرضیه علی خانی، تشویق بفرماییدشون. خیلی متشکرم. و هر 4 شرکت کننده میتونن بنشینن تا مسابقه رو آغاز کنیم. شمایی که در منزل نشستید و دوست دارید که در هیجان این مسابقه همراه باشید و با ما باشید، فقط کافیه که تلفن همراهتون رو دستتون بگیرید و در مسابقه پیامکی ما شرکت کنید که هر شب به 4 نفر 150,000 تومان و در ماه به 1 نفر 2,500,000 تومان جایزه میده. قسمت اول مسابقه ما سوالات درس عمومی هست که جناب آقای افخمی میپرسند. بفرمایید خواهش می‌کنم. خیلی خوب، ابتدای تست بپرسیم راجع به معنی لغت. واژه های کدام گزینه از نظر معنایی متناسب هستند؟ گز، ساج، کتان، ناب، فتراک، دوال، سفت، محمل، کاتابه، موزه، چارق، جال، زی، دراعه، توزی، کسوت. خب بچه ها زمانتون شروع میشه برای پاسخگویی به این سوال. بچه ها همه این سوال ها رو قشنگ مطمئنن بردن. اون کسایی که تیک سبز اومده کنارشون و زیر عکسشون، یعنی جواب درست دادن. و میبینیم که هر 4 نفر جواب صحیح دادن. آفرین بر شما. سوال دوم رو بفهمید آقای دکتر. خیلی خوبه، خیلی باعث خوشبختی. و گزینه صحیح هم گزینه شماره 4. 4 بود. بله. بریم سراغ تست بعد. یه تست زبان فارسی. اجزای ساختمان کدام واژه ها به ترتیب معادله، دهش، نامنظم، زیرنویس، آبرفت است؟ گزینه 1. روش، ناشکر، زیربنا، خداپسند. 2. نگارش، ناتمام، دورنما، دست فرسود. 3. کنش، نادار، پیش برده، دست پخت. 4. آرامش، نادرست، دست بوس، سرنوشت. زمانتون شروع میشه تا زمانی که این
خونه قرمز پر شده، بچه‌ها میتونن پاسخ بدن به سوالشون. دو نفر غلط زدن بچه ها، میتونن جابجا کنن. من دارم بهتون میرسونم. آها دوباره یه نفر دیگه غلط زده و متاسفانه زمانشون تموم شد. و جالب بود که گزینه دو صحیح بود و جالب بود که یه نفر که درست زده بود تحت تاثیر هیجان حرف من جواب غلط رو متاسفانه دو نفر آیتی بله. دو نفر این کارو کردن. بله دو نفر این کارو کردن. خب سوال بعدی در این به کدوم گزینه جواب تست و بعد بررسیش کنیم. آنچه میدانند ما تمتن پرستان سور ماست، دار نخل دیگران و رایت منصور ماست. یک، ایهام، استعاره، کنایه، تضاد. دو، استعاره، تشبیه، ایهام تناسب، جناس. سه، کنایه، تناقض، جناس، ایهام. و چهار، تشبیه، ایهام تناسب، تناقض، تلمی. کدام گزینه آرایه این بیت رو به درستی بیان کرده؟ زمانتون شروع میشه و به قول شاعر که میگه که ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما. بچه ها سه نفرتون غلط زدید، من دارم اینجا میبینم، میتونید که گزینتون رو عوض کنید. زود باشید، زمانتون تموم شد متاسفانه و فقط یک نفر پاسخ صحیح داد و پاسخ صحیح بود گزینه شماره چهار. گفتم بهشون که عوض کنید ولی خودشون گوش ندادند. سوال بعدی، سوال آخر هستش، سوال چهارم. بفرمایید. با توجه امتیاز دیگر. بله، قرابت معنایی. با توجه به مفهوم ابیات زیر، دیدگاه اسفندیار در مورد ارزش‌های اصیل و پایدار حیات ایرانیان چیست؟ مبادا چنین هرگز آیین من، سزا نیست این کار در دین من، که ایرانیان را به کشتن دهم، خودم در جهان تاج بر سر نهم. گزینه یک، در دین و آیین ایرانیان حفظ تاج و تخت پادشاهی ممتعین اصل است. دو، زندگی مردم ایران مهمتر از رسیدن به سلطنت یا حفظ آن است. سه، دستیابی به تاج شاهی به قیمت جان مردم ایران سزاوار است. چهار، شایسته است که مردم ایران برای حفظ سلطنت بکوشند. خیلی سوال ساده‌ای بود جناب آقای دکتر مطرح کردن، بسیار ساده است. زمانتون هم آغاز شده و میبینیم که چه کسانی جواب صحیح دادن. تیک سبز یعنی جواب درست و تموم شد زمان و بریم ببینیم هر کس چند امتیاز آورده. با ذکر این نکته که فقط ما، بله گزینه دو هم صحیح بود، یعنی زندگی مردم ایران مهمتر از رسیدن به سلطنت یا حفظ آن است. که برای این تست باید چیکار کنیم. این یه تست ساختمان واژه است. خب ساختمان واژه و تک واژه و واژه دو تا مبحث خیلی مهمه تو کنکور. البته این که ما بخوایم اینجا مبحث رو درس بدیم تو این زمان نمیشه، تو دیویدی هامون این رو کامل درس بدیم. توی 6 تا دیویدی کار زبان فارسی انجام شد، در حقیقت 5 تا دیویدی فقط و فقط تست تکمیلیه. و حالا بریم که این تست رو، یکی از نکته‌ها که تو دیویدی ها مطرح شده چیه. ما برای این گزینه ها باید بتونیم رد گزینه کنیم و جواب خب البته دو هست، مشکلی نیست. بریم روی اسلاید بعدی لطفا اگر ممکن هست. ببینید ما باید بتونیم رد گزینه کنیم. رد گزینه یه اصطلاح کلیدیه که هم توی دیویدی های آرای مطرح شده و هم در دیویدی های زبان فارسی مطرح شده و حتی در قرابت ها مطرح شده، مثلا آرای صد دیویدی زبان فارسی، شیشت دیویدی و قصد الهازم. ما میایم رد گزینه میکنیم، مثلا دهش بود، خب میگیم بن مضارع به اضافه اش، نامنظم بود، نا به اضافه پیشفهم به اضافه صفت، یا صفت به اضافه بن مضارع، یا صفت مفعولی مرکب مرخم. اگر لطف کنم بریم دوباره رو دیویدی قبلی من دوباره توضیح بدم با این روشی که الان میخوایم کار کنیم، اینو ببینید چقدر تست سریع‌تر حل میشه. ببین عزیزم الان دهشه، ده ده بن مضارعه،
روش، نگارش، کنش، آرامش، آرام اسمه. پس گزینه چهار همه اول پرید. بعد نامنظم، منظم صفته، شکر اسمه. شکر پرید. گزینه یک پرید. نادار، دار بن مزارعه، گزینه سه پرید. آقا زیرنویس آبروف چی؟ به اونجاها نرسیدیم. به اونجاها نرسیدیم. خیلی راحت. با دوتای اول با روش رد گزینه تست ما به راحتی حل شد. به همین سادگی. و اما قسمت دوم که دوباره چهار تا سوال دیگه است و توسط جناب آقای مهندس نادری نژاد خونده میشه. بچه ها سوالات فیزیک هستش. من یه سوال ساده انتخاب کردم سوالات اولیه رو که بچه‌های خدای مولانا با فیزیک آشتی کنن. بله. یعنی اینقدر بچه‌ها خودشونو ترسوندن از این درس که این ترس باعث شده که توانایی‌ها نتونه ظهور پیدا کنه. واقعا فیزیک رو اگه ما خوب بفهمیم درس راحتیه. تست یک رو با هم ملازمه کنید. اگر دمای یک مخزن گاز خانگی را دو برابر کنید، جرم حجمی گاز درون مخزن چند برابر می شود؟ ما راهنمایی می کنیم که جرم گاز رو دست نزدیم. جرم گاز مخزن ثابته، مقدار مول ثابته، فقط دما تغییر کرده. گزینه ها یک دوم، یک برابر، چهار برابر و دو برابر. متشکرم. از زمان بچه ها شروع میشه. خانم الناز قاسمی، فاطمه حبیبی، عطیه نفری و مرضیه علی خانی دارن پاسخ میدن به سوال فیزیک و بعد من از جناب آقای مهندس نادری نژاد خواهم پرسید که ما چگونه این همه فرمول فیزیک رو حفظ کنیم. البته در قسمتی که زمان داشته باشیم و زمان ما تموم شد بچه ها و میبینیم که دو نفر فقط پاسخ صحیح دادند و جواب صحیح بود گزینه شماره دو یعنی یک. و اما سوال دوم آقای مهندس بفرمایید. خواهش میکنم. حالا همین تست رو تو سراسری به یه شکل دیگه پرسید. اگر شیر گازی کپسول گاز خانگی را لحظه کوتاه باز کرده و سپس ببندیم، چند ثانیه باز کنیم و شیر رو ببندیم، در این فرایند چگالی یعنی جرم حجمی گاز چگونه تغییر میکند؟ کاهش مییابد؟ افزایش مییابد؟ ثابت میماند؟ هر سوالت میتواند رخ دهد. سوال راحتی است. انشالله زمانشون هم شروع شد. بچه ها سه نفرتون غلط زدید، میتونید درستش کنید. سری سری سری. خب زمان تموم شد و دارید در کنار دست من میبینید اون کسی که عکسش هست اینجا و تیک سبز داره یعنی جواب درست داده. خب جوابش بود گزینه یک یعنی کاهش میابد. و سوال سوم لطفا. بله. سوال سه یک مسئله مربوط به دینامیک هست. در شکل مقابل ضریب اصطکاک سطح ناچیز است. نیروی کشش نخ چند نیوتن است؟ گزینه ها 20 نیوتن، 26 نیوتن، 13 نیوتن و 18 نیوتن. زمانتون آغاز میشه. اصلاً به این که من دارم حرف میزنم توجه نکنید، بلکه کارتون رو درست انجام بدید. ببینم که چه کسی میتونه درست جواب بده این سوال رو. خب زمانتون داره تموم میشه. یه نفر جواب داد ولی اینکه درست جواب داد یا نه رو کاری نداریم. سه نفر دیگه هنوز جواب ندادند و زمانتون داره تموم میشه. بچه سری. خب و اما گزینه صحیح بود گزینه شماره سه. سوال بعدی بفرمایید. تست دیگه یکی از سوالات کنکور سراسری براتون انتخاب کردیم. سه تا بسته رو دارین در تصویر میبینید. در شکل مقابل سه بسته یک کیلوگرمی به سمت بالا در حرکت میباشند. نسبت تی یک به تی دو کدام است؟ یک دوم، دو، یک و سه. من فقط توجه بیننده های عزیز رو به این مسئله جلب میکنم که نگاه کنید الان چجوری امتیازشون عوض میشه و چه کسی یهو میره بالاتر قرار میگیره. زمانتون هم آغاز شده بچه ها و سه نفر هنوز پاسخ ندادند. جواب بدید ولی فکر کنید. حتما زمان دارید، زمان دارید، از زمانتون استفاده کنید و فکر کنید که مثل کنکوره. و زمان شما تموم شد و هر چهار نفر جواب صحیح دادند. پاسخ مورد نظر ما گزینه دو. کارنامه رو ببینیم لطفا. We'll be right back.
این نکته رو بعد نیست بگم، ما در تهیه لوح‌های فشرده‌ای که در درس فیزیک برای بچه‌ها آماده کردیم، امسال ما تمام این تغییرات جدید کتاب درسی رو در لوح‌های فشرده‌مون آوردیم که بچه‌ها با این تغییرات آشنا بشن. من الان در تحلیل برنامه امروز هم می‌خوام، خواهش می‌کنم همکاران، اولین سوالی که مطرح شد یکی از سوالات کنکور سراسری هست، دمای یک مخزن گاز خانگی رو دو برابر کردیم. ما دیدیم که چند تا از دوستامون هم پاسخ غلط دادن، جرم حجمی M به V هست یا همون چگالی. خب اینجا صحبت از مخزن کرده. دوستان من به این کلمه مخزن توجه کنید. مخزن یعنی یک وسیله‌ای با یه حجم مشخص که مول مشخصی گاز درونش هست. پس یعنی فرایند حجم ثابت. حالا به حل بپردازیم. اگر چگالی رو بیاریم فرمول رو مساوی ام به وی بنویسیم، داریم می‌بینیم که در این فرمول رو ام به وی، ام که ثابته، حجم هم ثابته. اصلا تغییرات و پارامترهای دیگه بر ما مهم نیستن. پس ما در شرایطی که حجم مساوی بعد چگالی هم ثابت خواهد بود. خواهش میکنم به بله به فرمول توجه بفرمایید. ام به وی رو دو مساوی رو یک. شاید بگم بارها این تست در کنکور سراسری تکرار شده. در سال دیگه‌ای که داشتیم، بله سال همین تست در سال دیگه‌ای به این شکل مطرح شده، شیر گاز رو باز کنیم و ببندیم. خب الان خانم قاسمی شما میشه بفرمایید که اگه شیر رو باز کنیم چه اتفاقی میفته؟ آیا حجم مخزن تغییر میکنه؟ شیر گاز رو باز کنیم مقداری از گازمون خارج میشه. فقط مول گازمون، یعنی جرم ما کم میشه. خب با توجه به همون فرمول رو مساوی ام به وی، شما با کاهش جرم، خب مخرج کسر جرم حجمی که حجم هست، اون مخزن مقدار ثابتی حجمش، فقط چگالی کاهش مییابد. در مثال دیگه و تست دیگه، بله گزینه یک پاسخ بود که فکر کنم دو سه تا از دوستان پاسخ درست دادن به این تست. ما به یک سوال نسبتاً دشوار رسیدیم که من نگاه می‌کردم خب خیلی از دوستامون نتونستن اینو پاسخ بدن. دینامیک کلاً برای بچه‌ها فصل سختی هست. نه به این علت که واقعاً سخت باشه، به این علت که بچه‌ها بعد از حل تشریحی یه مقدار کمتر میان به راهکارهای سرعتی و تستی بپردازن. الان ببینید دو تا بسته داره توسط نیروی افروزت شیبدار حرکت می‌کنه به سمت بالا. ام بسته دیگه هم ام، دو تا بسته با ریسمان وصلن. نیروی 26 نیوتن داره بسته ها رو گوسفند حرکت میده، بالا میکشه. ما اگه خیلی ساده بگیم، فقط بگیم که 2M توسط 26 نیوتن به سمت بالا حرکت میکنه. تکرار میکنم، 26 نیوتن 2M رو بالا میکشه و بسته پایینی رو کشش ریسمان داره بالا میکشه. یه تناسب داریم، 26 نیوتن داره 2MG سینوس 37 یا همون 2M حتی کافیست. حالا T بالا میکشه یه امو، خب یه M نصف 2M. اگه قراره 26 نیوتن 2M رو حرکت بده، برای یک M که نصف 2M، نصف 26 یعنی 13 نیوتن لازمه. من این روش رو اسمش رو گذاشتم روش دینامیک خراب کن. واقعا یه سوال سخت دینامیک رو که طراح انتظار داره شما کلی راه حل برید، میتونید به سادگی پاسخ بدین. 13 نیوتن و تستای دیگه هم که انشالله در این مورد تو قسمت دوم مسابقه بهش میپردازیم. سوال هایی که از شما میپرسم 150 امتیاز داره، مربوط هست به هوش یا اطلاعات عمومی. تو کدام واژه با سه واژه دیگر تفاوت بسیار دارد؟ نهادن، گذاردن، گذاشتن، سپاردن. زمان شما آغاز میشود. فعلا یک نفر جواب غلط داد. بچه ها میتونی جواباتونو درست کنید. سری غلط بود بعضیا. خب زمان تموم شد و جواب صحیح گزینه شماره 3 بود، یعنی گذاشتن. سوال بعدی، رابطه چرتکه با کامپیوتر مثل رابطه اسب با شمشیر، بمب اتمی، پی سی با چراغ برق، نقاشی با فیلم برداری، گاری با اتومبیل. زمانتون آغاز می شود. خیلی ساده است. خب یه نفر جواب داد فعلا. بچه‌ها سه نفر ای وای، تا اومدم میگم سه نفر جواب غلط دادن. متاسفانه زمانتون از دست دادید. گزینه یک صحیح بود. و اما سوال سوم رو میپرسم. هر سوال 150 امتیاز داره و یهو یه نفر میتونه توی مسابقه برنده بشه. ساختار کدام کلمه با بقیه کلمات ناهماهنگ است؟ برده، پرده، نرده، زرده.
زمانتون شروع میشه. فکر کنید بچه‌ها، یه نفر غلط زده، دو نفر غلط زدن، میتونن جاشون عوض کنن و زمان تموم شد. جواب صحیح بود گزینه شماره 4، یعنی زرده. سوال بعدی، زاویه بین دو عقربه ساعت در ساعت 3:40 کدام است؟ 150 درجه، 140 درجه، 130 درجه، 125 درجه. زمانتون شروع میشه. خیلی سوال ساده ایه. 3:40 رو تو ذهنتون بیارید چه شکلیه؟ جواب بدید سری بچه ها، سری. زمانتون تموم شد و گزینه صحیح بود گزینه شماره 3. بسیار خب، 4 سوال از شما پرسیدم، هر کدوم 150 امتیاز داشت. 450 امتیاز میتونست یه نفر به دست بیاره یا میتونست از دست بده. شما خودتون نمیدونید ولی ما داریم امتیازها رو میبینیم و کارنامه رو نگاه کنیم لطفا. هر 4 نفر اومدن اینجا ایستادند، هر 4 نفر اینجان و از این 4 نفر باید ببینیم که چه کسی قراره حذف بشه. خانم قاسمی، شما چه رشته ای دوست داری قبول شی توی دانشگاه؟ من توی دانشگاه عاشق معماریم. چی شده؟ معماری. دوست داری معماری قبول شی؟ بله. روزی چند ساعت درس میخونی؟ سیکرته دیگه. سیکرته دیگه. نباید به همه رقیبان بگم که بله درسته. خانم حبیبی شما چطور؟ پلیمر دوست دارم. پلیمر دوست داری؟ بله. شما ولی میگی چند ساعت در روز درس میخونی؟ منم دوست دارم نازم. نمیگی یعنی؟ نه. دست درد نکنه، خوبه که تا اینجا اومدی تو مسابقه. خانم نفری شما چطور؟ داروسازی. بله. میگی چند ساعت در روز درس میخونی؟ بله. 4 ساعت. آفرین، عالی بود. دیدی مشکلی نداری که، به خودش اطمینان داره. خب شما چطور خانم علی خانی؟ مهندسی عمران. چند ساعت در روز درس میخونی؟ منم ترجیح میدم مثل بقیه دوستام نگم. یعنی اگه مثلا بگی 6 ساعت درس میخونم قبول نمیشی بعد اونا قبول میشن؟ نظری ندارم ولی خب. دلیلش چیه که نمیگی؟ خیلی جالبه برام. خب خانم قاسمی، شما فکر میکنی که دوستات چجوری پاسخ دادن؟ میدونی که یه نفر باید حذف بشه. خب من به همشون اعتماد دارم، میدونم که تا الان خیلی خوب بودن. همشون خیلی خوب بودن. بسیار. شما چی فکر میکنی خانم حبیبی؟ من فکر میکنم خودم از همه بدتر بودم. چرا؟ بعد اینکه آمادگی لازم برای شرکت کردن تو مسابقه نداشتم. این آخر عاقبت کسیه که روشهاشو سیکرت قرار میده. ترجیح میدم کنکور بهتری باشم تا این. حالا ببینیم خانم نفری شما چطور؟ بچه‌ها خیلی خوبی هستن، فکر میکنم که خوب جواب دادن همه. بله. بسیار خوب. شما چطور خانم علی خانی؟ به نظرم بچه ها خوب بودن. بچه ها خوب بودن، ولی شما چی؟ منم بد نبودم. شما بد نبودین. خب از این 4 نفر یه نفر هست که امتیازش کمتر از هم است. ما بهش این فرصت رو میدیم که زنگ بزنه خودش بره بیرون و دوباره بتونه توی مسابقه شرکت کنه. اما اگر اشتباه کرده بود دیگه نمیتونه توی مسابقه شرکت کنه. و تو این قسمت هر کس که بره بیرون و درست گفته باشه 100,000 تومان میگیره. کی میخواد 100,000 تومان بگیری بره بیرون؟ از شما 4 نفر. شما؟ چرا؟ چون گفتم که آمادگی کافی رو نداشتم. ولی من به شما میگم که شما بمون. نه. میری بازم؟ یعنی به حرف من گوش نمیدی؟ گوش نمیدی یا گوش میدی؟ نمیدم. 100 تومان داری میگیری؟ ولی اگه بری بیرون ممکنه 100 تومان نگیری یا؟ ایرادی نداره. خب پس شمارش معکوس میریم، هر کی زودتر زنگ زد میتونه 100 تومان بگیره و بره بیرون. 100,000 تومان داری میگیری یا؟ خب یه کاری میکنی، من اگه 150 تومان به شما بدم توی این مسابقه میمونی یا میری بیرون دوباره؟ میرم بیرون. میری بیرون دوباره؟ 150 تومن میدم به شما توی این مسابقه بمون. چی کار میکنی؟ میرم بیرون. 200 تومن میدم بمون توی این مسابقه. میمونم. خب به شرطی که خانم قاسمی بره بیرون.
نه میرم بیرون. چرا؟ دوستی ها میخواییم با پول بخریم؟ عمرن؟ نه دوستی ها با خب دستاتون روی زنگ، من دیگه نظری نمیدم، ولی بهت گفتم 200 تومن بگیر بمون خانم قاسمی بده بیرون، گوش ندادی. شرط چی؟ انصاف نیست. چرا انصاف نیست؟ چون میدونم و مطمئنم ولی که ما ولی ما به خانم قاسمی این فرصت رو میدیم دوباره بیا توی مسابقه. شما قبول میکنید خانم قاسمی؟ شما بهش بگید. بخش بخش. خب دستاتون بره روی زنگ لطفا. معکوس شروع کنیم شما. بچه بلند. خب و اما زنگ زدند خانوم فاطمه حبیبی. من بهشون گفتم 200,000 تومان بهتون میدیم توی مسابقه بمونید، خودش خواست بره اشکالی هم نداره. خانوم حبیبی شما امتیازتون بالاتر از دیگران بود، ولی خودتون رو سوزوندید، جایزه هم بهتون نمیدیم، دیگه هم نمیتونید توی مسابقه شرکت کنید. تشویقشون بفرمایید. اما ایشون درست انتخاب کرد، برای اینکه امتیازش از همه کمتر بود و میتونه از این مسابقه خارج بشه، اما میتونه دوباره بیاد توی مسابقه و جایزه ای هم که تا اینجا برده از طرف گروه آموزشی پرواز میگیره. تشویقشون بفرمایید. خسته نباشی خانم حبیبی عزیز. مرسی، خیلی ممنون. چقدر زود زنگ زدی اومدی بیرون؟ دیگه از اول مسابقه استرس داشتم، از همون سال ادبیات متوجه شدم که نمیتونم عملکرد خوبی داشته باشم. سال براتون سخت بود؟ نه، تسلط کافی روی همشون داشتم، ولی خب نشد. توی زمان محدودش جواب بدم. در سوالات بعدی که سوالات سخت‌تری هم هست و 3 تا سوال، هر سوال 200 امتیاز داره. خانم قاسمی، خانم نفری و خانم علی خانی در این مسابقه باقی ماندند و جناب آقای دکتر میخونند سوالات رو. این سوالات خب سوالای سخت‌تریه، زبان فارسی داره، نقش طبعی و این حرفا و مال کنکور هم هست. در کدام بیت نقش طبعی وجود ندارد؟ دل اگر بار کشد بار نگاری باری، سر اگر کشته شود بر سر کاری باری. گزینه 2، جمال عارض خورشید و حسن قامت سرو تو را رسد که چو دعوی کنی بیان داری. 3، بدین روش که تو طاووس میکنی رفتار، نه برج من که همه عالم آشیان داری. بدین صفت که تویی دل چه جای خدمت توست، که با چنین صنمی دست در میان داری. ببین کدوم گزینه میشه دیگه؟ گزینه 1، گزینه 2، گزینه 3. بچه‌ها فقط یادتون باشه ندارت هستش. تأکید می‌کنیم که توی سوالات کنکور اون خطی که زیر می‌کشن یعنی فعل منفی داره. زمانتون آغاز شده. یک نفر پاسخ داده، یک نفر پاسخ غلط داده. یه نفر هنوز جواب نداده. من دارم می‌بینم. 2 نفر پاسخ دادن. یه نفرشون به نظر من می‌تونه گزینه‌شو عوض کنه. زمان دارید بچه‌ها. بچه‌ها زمان دارید عوض کنید. گوش بدید و گوش ندادن به حرف من. گزینه صحیح بود گزینه شماره 4. سوال دوم 200 امتیازی رو با هم میشنویم. خب یک تست قرابت معنایی رو با هم بریم بررسی کنیم. بله. که تست نسبتا سختی هم هست. مفهوم بیته چه چشم پاسخ است از این دریچه های بستت، برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمیزند. دیگه استاد توجه دارید که این بیت از سایه هست و از اون بیت‌های اجتماعی و خیلی قویه. بر درخت تر کسی تبر نمیزند، اگر نه بر درخت تر کسی تبر نمیزند، در این سراوی بی کسی کسی به در نمیزند. از کدام ابیات؟ بله. از کدام ابیات برمی آید؟ الف، در مصر انتظار چو یوسف بمانده‌ام، بسیار جهد کردم و کنعان نیافتم. ب، مردم و حسرتم همان از تو امید نگسلد، دوختم به راه تو دیده نیمه باز را یا نیم باز را. جیم، به نابودنی ها مدارید امید، که گوید که بار آورد شاخ بید.
دال دادم به باد عمری در انتظار روزی، این داغ ناامیدی بر انتظار من چه؟ ه منتظر بود این سعادت را جهان از دیرباز، یافت مقصود و برون آمد ز بند انتظار. گزینه یک میگوید که الف به جیم، گزینه دو میگوید الف دال ه، گزینه سه میگوید به جیم ه، و گزینه چهار میگوید جیم دال الف. زمانتون شروع میشه بچه ها. سه نفر باقی مانده از شهر ری هستند و هر سه نفر رقیب هستند در کنکور، منتها خیلی هم با هم دوستند. زمانتون داره تمام میشه. یه نفر جواب غلط داده، میتونه جوابش درست کنه ولی به حرف من گوش نکرد و گزینه صحیح میشود گزینه شماره چهار. و اما سوال سوم، جناب آقای دکتر افخمی بپرسید لطفاً. سوال 200 امتیازی، یک سوال املایی که نسبتاً هم سخته. کدام گروه از واژه‌ها فاقد غلط املایی است؟ هرای مهیب، الغیاس، سیره و مقاضی، بوی مشمعز کننده. گزینه دو، همیت و جوانمردی، سفر و حذر، حطام بی ارزش، فوق و رغبت. غره یا غره ماه نو، سخنان مزبور، وجاهت و زیبایی حریف مقلوب. چهار، قسم مقلزه، قنا و قداست، مسلوب الاراده، مذموم و ناشایست. متشکرم. زمان بچه ها شروع میشه. فقط بگم که مقلوب غلط نوشته شده بی بچه. اینم راه نمایی من به شما. زمان آغاز شد و تمام شد و گزینه صحیح بود گزینه شماره چهار. بریم کارنامه ها رو نگاه کنیم ببینیم هر کس چه امتیازی آورده. به نظر میرسه که امروز روز زبان فارسی باشه، چون باز نکته که ما میخوایم تدریس کنیم توی حوزه زبان فارسی است و ما یه تست داشتیم نقش تبعی. باید نقش تبعی رو بشناسیم. یک بار با هم تستمون رو ببینیم در کدام بیت نقش تبعی وجود ندارد. خانم علی خانی، نقش های تبعی چیا بودن؟ خاطرتون هست؟ نقش های تبعی نقشه‌ای که از نقش قبلیشون تبعیت می‌کردن. سه تا بودن. می‌تونی اسم ببری. یک بدل بود. دو. یکی بعد از بابعت می‌مونه. معطوف و تکرار. خب. این تست سختی نیست و توی کنکورم دو سه سال باب شده. 93 سه بار توی کنکور اومد. 94 هم اومد. این تست 94 بود. و بعد خیلی راحت میشه یاد گرفت. نکتهش پیچیده نیست که بدل تعریفش چه باشد که اینجا نوشتیم. قضیه و در ویرگول توی دیویدیا خیلی مفصل اینو توضیح دادیم. بریم رو اسلاید بعدی. ممنون میشم. عرضم به شما که تکرار چه باشد، فرق تکرار توی ادبیات با زبان فارسی چیه. اگه بریم رو اسلاید بعدی ممنون میشم که این کار انجام بشه. و یکی هم نقش عطف که با واو میاد. خانم نفری، اگر بگم که جهان پیر است و بی بنیاد، این واو عطف یا واو ربطه؟ واو ربط. چرا واو ربطه خانم قاسمی به نظر شما؟ بخاطر اینکه بعد از فعل اومده. بعد فعل اومده. اما اگه بگم جهان پیر بی بنیاد است چیه؟ واو عطفه. این خیلی نکته مهمیه و اغلب اوقات تعیین کننده تست ما این میشه. اگر من بتونم با زحمت بدم به همکارانم اسلاید حالا این جواب این اسمده ببینیم چی. ببینم باری تو گزینه یک بود. دل اگر بار کشد بار نگاری باری. باری تکرار بود گزینه یک. جمال آرز و خورشید حسن قامت سر واب عطفه. دو تا کلمه رو به هم رب بده. و گزینه سه تو تاووس. این میشود عرضم دارد شما که بدل.
و خیلی ممنون از توجهتون. ما این تدریسمون اونجا خیلی مختصره، اصل کار توی DVD ها انجام شده. زنده باشید. خانم قاسمی، شما به هیچ وجه من الوجوهی نمیخوای از این مسابقه خارج بشی؟ نه؟ نه. بسیار خوب. شما چطور؟ خانم نفری؟ خیر. خیر. شما چطور؟ دوست ندارم ولی عمل کردم فکر کنم تو این سری بد بود. عمل کردت فکر میکنی بد بود؟ یعنی ممکنه خارج بشی؟ بد. مطمئنی؟ مطمئن. اگه ما 100 تومن بهت بدیم چی؟ تو این برنامه میمونی؟ به جاش یه نفر دیگر رو حذف کنی؟ نه، 100,000 تومان بهت میدیم، بمون، یه نفر دیگه رو هست. یه نفر دیگه هم منم دیگه. بله؟ دوستام هیچ وقت این کارو نمیکنه. نه 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 نه، شما نیستی. شما حذف نمیشید. یه کسی دیگه قراره بین این دو نفر حذف بشه. پس بنابراین دستاتون میذارید روی زنگ و هر کسی که زنگ زد میتونه از این مسابقه خارج بشه. با شمارش معکوس دوستاتون. خانم علی خانی زنگ زد و قرار شده که از این مسابقه خارج بشه. چرا این کارو کردید خانم علی خانی؟ نتونستم به استرسم تو این قسمت غلبه کنم. چرا استرس داشتی؟ فکر کردم سوالا مثل دفعه قبل آسون میشه، ولی وقتی دیدم یه ذره سخت‌تر بود. خب این ویژگی مسابقه ماست که هرچی میریم جلوتر سوالا سخت‌تر میشه. خانم علی خانی، شما درست زنگ زدید و متاسفانه باید با شما خداحافظی کنیم، اما چون درست زنگ زدید و خودتون حد زدید که از همه کمتر امتیاز دارید، دوباره میتونید توی این مسابقه شرکت کنید و جایزتون هم میگیرید. تشویقشون بفرمایید لطفا. خانم علی خانی، خسته نباشید. خیلی ممنون، مرسی. چطور بود مسابقه براتون؟ مسابقه خوب بود. قسمت اولش خیلی خوب بود، جواب درست دادم، ولی قسمت دوم نتونستم به استرسم غلبه کنم. چرا اینقدر شما های استرس دارین؟ دیگه بالاخره ویژگی دانش آموز کنکوری همینه. سر کنکور هم که همینجوری باشه اینقدر استرس داشته باشه. انشالله تمرین میکنیم بهتر بشه. سه سوال بعدی، هر سوال 250 امتیاز توسط جناب آقای مهندس بهروز نادری نژاد، سوالات درس فیزیک. خب خدمتتون عرض کنم که این سه تا سوال رو ما یه مقدار دشوارتر انتخاب کردیم طبق روال برنامه. دو وزنه 1 و 3 کیلوگرمی را با مینه همگن به جرم 1 کیلوگرم به هم متصل کرده ایم و با نیروی افقی F روی سطح بدون استکاکی می کشیم. نیروی کشش در نقطه M در وسط میله، تکرار میکنم، در وسط میله نیروی کشش رو از ما خواسته که چند نیوتونه. گزینه ها 35، 36.5، 12.5 و 25. زمان بچه ها آغاز میشه برای پاسخ دادن به این سوال فیزیک که سوال سختی هم هست. فعلا هیچ کدومشون جواب ندادن و قراره که یکیشون جواب بده و احتمالا یکیشون حذف خواهد شد. به زودی یه نفرم برنده مسابقه ما خواهد بود. این مسابقه اینجوریه که چهار نفر در این مسابقه هستن، دونه دونه یکیشون حذف میشه و در نهایت یه نفر باقی میمونه. این مثال دقیقاً همون مثال یک نیاز به مهارت داره. بله. مهارتی که توضیح دادیم خدمت دیگه. بسیار خوب. پاسخ صحیح بود گزینه یه شماره یک. سوال بعدی رو بفرمایید لطفاً. سوال دو، سوالی هست که در همین یکی دو سال اخیر بارها تو کنکور تکرار شده. مطابق شکل یک زنجیر که از 5 حلقه مشابه تشکیل شده و جرم هر حلقه 200 گرم است، توسط نیروی F مساوی 12 نیوتن با شتاب 2 متر بر مجذور ثانیه و به صورت تون شونده رو به بالا کشیده می شود. اندازه نیرویی که 2 حلقه 4 و 5 بر یکدیگر اعمال می کنند چند نیوتن است؟ شتاب جاذبه رو هم 10 واحد بگیرید. گزینه ها 2, 2, 4, 9, 6 و 8 است. زمانتون آغاز میشه بچه ها برای پاسخ دادن به یک سوالی که باید محاسبه کنید و کاغذ خودکار هم برای شما اونجا گذاشته شده است. فعلا بچه ها جوابی ندادن و من و شمای بیننده به زودی خواهیم فهمید که هر کس چه امتیازی داره، ولی خودشون نمیدونن. زود باشید بچه ها، زمانتون تموم میشه.
و زمان تموم شد و گزینه صحیح بود گزینه شماره 3. ممکنه یه نفر درست جواب داده باشه. سوال سوم خواهش میکنم. بله. سوال سوم، من قبل از اینکه سوالو بخونم یه یادآوری کوچیک کنم دوستان که این سوالم مثل همون نکات محله اول باید حل بشه، یعنی باید به اون نکته توجه بشه. بله. در شکل مقابل سطح افقی کاملا بدون اصطکاک است. نیروی ایجاد شده در فنر چند نیوتن است؟ از ما نیروی فنر رو میخواد. گزینه ها 88 نیوتن، 200 نیوتن و 20 نیوتن. بسیار خوب، زمانتون شروع میشود برای پاسخگویی به این سوال دشوار. سومین سواله، 250 امتیاز داره. آقای مولانیا واقعا خب این سوالات سوالات سنگین کنکوره، بدون مهارت نمیشه پاسخ داد. بله و زمانشون هم داره تموم میشه. بله، باید بتونن مهارتاشون رو توسعه بدن. بچه که... زمانتون داره تموم میشه و زمان تموم شد. عجبا که بعضیا که خیلی خوب بودن اینجا یهو دیگه خیلی غلط جواب دادن و گزینه صحیح بود گزینه دوم ما و سوالا تموم شد. بریم کارنامه بچه‌ها رو با هم ببینیم. قسمت دوم مسابقه خب یه مقدار شاهد بودیم که دوستان مثل قسمت قبل خیلی پاسخ‌دهی پرحجمی نداشتن. بعضی از سوالاتو که خب اصلا پاسخی ندیدیم. شاید الان دوستانم فکر کنن این سوالا خیلی سخت‌تر از سوالات قبلیمون بود. فقط می‌خوایم دوستانمون ببینن که اگر ما دایره تنوع تستایی که می‌زنیم رو توسعه ندیم، ممکنه همون سوالا به یه شکل دیگه بزک بشه، تغییر مختصری داده بشه و ما از پس اونا بر نیاییم. من خواهش میکنم این سوالی که دارید میبینید، میخوایم که از دوستانم کمک بگیریم. الان در تصویر پس من 3 بسته رو دارم میبینم، 2 کیلو، 1 کیلو و 2 کیلوگرم. بسته سی در از آویزان هست به ریسمان و وزن بسته سی که 20 نیوتن هست داره هر دو بسته دیگه به همراه خودشو به حرکت در میاره. ما راه تشریح رو ببینیم. خب اگر شما الان ابتدا باید یه نگاه کلی به مسئله داشته باشید، یعنی 3 بسته رو با هم به دید یک سیستم یک پارچه شتاب رو پیدا کنید، جلو بر بنای مخالف، پخش بر مجموع جرم ها. وزن بسته سی به عنوان 20 نیوتن جلو بر هست، شتاب پیدا میشه 4 متر بر مجذور ثانی. بعد به جداسازی نیاز داریم که بسته A رو جدا کنیم. بسته عقبی چه نیرویی داره بسته A رو جلو میبره؟ خب قطعا نیرو فنر، چون فقط فنر به بسته A متصل هست. با نوشتن قانون دوم برای بسته A که F مساوی MA هست، میشه نیروی فنر رو 8 نیوتن حساب کرد. شتاب رو داریم، جرم بسته 2 ضرب در 4 8. این راه حل تشریحی و در از اصولی مسئله است. اما ما میخواییم حالا خیلی ساده با یک راه حل پروازی، همون راه حلایی که ما در لوحای فشرده مجموعه آموزشی پرواز دونه دونه اونا رو برای شما آماده کردیم که بتونید تو یک زمان حداقلی یک نتیجه حداکثری بگیرید. دوستان خیلی ساده تناسب میزنیم، نیروی جلوبر رو کافی شناسایی کنید. کی نیروی جلوبره؟ وزن بسته سی چقدره؟ 2 10 تا 20 تا 20 نیوتن. یه تناسب 20 نیوتن حرکت میدهد همه مجموعه رو، یعنی 2 1 و 2، یعنی 5 کیلو رو. خب 20 نیوتن 5 کیلوگرم رو به حرکت در میآورد. حالا اف فنر که به تنهایی داره بسته A رو به حرکت در میاره چقدر باشد تا جرم 2 کیلویی رو به حرکت در بیاره؟ ببینید خیلی راحت بچه‌ها، فقط یه طرف این وسط، این 2 تا 20 تا 40 تا بخش بر 5 8 8 نیوتن. اما
به این سادگی ها ما میتونیم تست بزنیم، به شرطی که بتونیم شرایط حل مسئله رو بدونیم. ما این قیود هم به دوستان گفتیم که زمانی میتونیم از این روش که دینامیک کارب کن هست استفاده کنیم که کلیه استکاک ها صفر باشه یا ضرایب استکاک با هم برابر باشن. خواهش میکنم ارتقا بدید توانایی ها و مهارت های خودتون رو با آموزش این روش ها و کار سرعتی کردن. البته این روش ها باعث نشه که ما راه حل تشریحی که همکاران خوبمون تو مدارس به شما یاد میدن و فراموش کنید. یعنی اون راه های تشریحی رو حتما یاد بگیرید و با مراجعه به لوح های فشرده ما میتونید تقریبا ده ها مهارت رو در فصل های مختلف فیزیک یاد بگیرید. من دانش آموزایی داشتم با همین مهارت ها تونستم فیزیک رو ده صدای بسیار مطروحی بزنن، قطعا شما هم خواهید تونست. خب خانم نفری و خانم قاسمی، خانم نفری شما حاضری که زنگ بزنی و از این مسابقه خارجی؟ خیر. خیر. خانم قاسمی شما چطور؟ نه اصلا. بسیار. حالا من یه پیشنهادی بهتون میدم، با هم خیلی دوستید یا نه؟ نه؟ خیلی شناخت نداریم. شناخت نداریم. یعنی ولی توی مدرسه این بود. ولی هم یه دیدیم مثلا یه بار یه دیدیم. خب من یه پیشنهاد بهتون میدم، برای اینکه شناخت بیشتری نسبت به هم پیدا کنید، نفری 100 تومن بهتون میدی، شما از این مسابقه خارجی و ما برنده رو اعلام نکنیم. شما حاضرین؟ نه. شما چطور؟ اصلا. نفری 100 تومن ولی میگیرید دیگه، مساوات رعایت میشه. نفری 100 تومن میگید از این مسابقه خارج میشه. قبول نمیکنه. نه. بسیار. پس یه پیشنهاد دیگه میدم و اونم اینه که ما میشمونیم یه نفر که فکر میکنه کمتر امتیاز آورده زنگ بزنه. اینجوری شانس پیدا میکنه، دوباره توی مسابقه میاد و جایزه‌ش هم میگیره تا اینجا. درسته؟ شما دوست داشتی معماری بخونی. شما چی؟ داروسازی. شما از معمارای معروف ایرانی کسی رو میشناسی یا معمارای معروف خارجی کسی رو نمیشناسی یا سبکای معماری رو؟ اسمی نمیشناسمشون ولی سبکا و کاراشون رو بیشتر میبینم. مثلا چه سبکی رو میشناسی؟ من که خودم کلا عاشق معماریای ایرانم. آها. مثلا عاشق مسجد شیخ لطف‌الله ام، به خاطر اینکه طبق تحقیقا و فیلمایی که دیدم مسجد شیخ لطف‌الله تو زمان خودش نه تنها یه مدل خاص بوده، بلکه یه مدل سوپر مدلی بوده توی زمان خودش. درسته. و به خاطر همینه که خیلی منو به خودش جذب کرد که به معماری ایرانی بیشتر علاقه پیدا بکنم. بسیار عالی. خانم نفری شما از رشته‌ای که دوستای تو دانشگاه ان شاءالله بخونی چه اطلاعاتی داری؟ خیلی اطلاعات زیادی ندارم. خیلی اطلاعات زیادی نداری. انشالله بری دانشگاه این رشته رو قبول شی و اطلاعات زیادی کسب کنی. شمارش معکوس با هم و ببینیم که چه کسی خودش داوطلب میشه که از این مسابقه خارج شه. خب هیچ کس زنگ نزد. هیچ کدومتون زنگ نزد. و متاسفانه باید بگم که باید خداحافظی کنیم دیگه، چون زنگ نزدن دیگه، با خانوم الناز قاسمی که امتیاز کمتری آوردند و باید باشون خداحافظی کنیم. خانوم قاسمی ما با شما خداحافظی میکنیم، متاسفانه شما امتیاز کمتری آوردید و خانوم عطیه نفری برنده مسابقه ما هستن. اگه صحبت پایانی دارید بفرمایید. نه خیلی واسه دوستان خوشحالم، شاید واقعا لیاقتش رو داشتن که تا اینجا رسیدن و واسه تمام دوستای کنکوری میگم که فقط تو این دوران درس بخونن، چون که زندگیشون به یه 5 ماه وصله. بسیار خوب. شما چی؟ شما صحبتی دارید خانم نفری؟ شما برنده مسابقه ما هستی، شما صحبتی دارید؟ ولی اگه شوخی نمی‌کنی صحبتمو بگم. بله من شوخی نمی‌کنم. نه بفهمید، خواهش می‌کنم. می‌خواستم خیلی از برنامه خوبتون تشکر کنم، اینکه بچه‌ها حتی زمانی که درس نمی‌خونن با دیدن برنامه‌تون و سوالایی که مطرح می‌کنید درس براشون دوره میشه. بسیار خوب. خیلی متشکرم. و بعد با کدومتون خداحافظی کنیم؟ با شما. ولی چون خانم نفری هم این حرفا رو زدن، با ایشون خداحافظی می‌کنیم. برای اینکه برن بشینن و برنامه ما رو نگاه کنن و خانم الناز قاسمی برنده ما هستن و میتونن توی این مسابقه حضور داشته باشن. خانم نفری خدا نگهدارتون، خواهش میکنم تشویقشون بفرمایید. خانم نفری عزیز خسته نباشید. خیلی ممنون. خب چطور دیدی مسابقه؟ رقابت با دوستات چطور بود؟ خیلی خوب و هیجان انگیز بود. اینکه آدم یاد میگیره که به استرسش غلبه کنه خیلی خوبه. خیلی جالبه که هر کدومتون که میایین بیرون همش انقدر از استرس حرف میزنید.
ولی خب کنکور رو استرسش دیگه. همینجوری هم خواهی سر کنکور استرس داشته باشی؟ نه، سعی میکنم که ضعفامو جبران کنم بتونم به استرسم غلبه کنم. خب سوالی که الان از شما پرسیدش رو فکر میکنی چقدر تونست بهت کمک بکنه؟ خیلی خوب اینه که بدونم توی چه درسی ضعف دارم، برم اون درس رو بیشتر کار بکنم. برنده مسابقه ما سرکار خانم الناز قاسمی هستند که دوستان رشته معماری بخونند و شهر ری آمدند. آرزوی موفقیت براشون میکنیم. امیدواریم هر جا که هستن یه معمار خوب ببینیم و یه معماری که یه عالمه ساختمون خیلی خوب در ایران بتونن درست کنن. نه تنها ایران، بلکه خارج از کشورم هم. بلکه خارج از کشور. تشویقشون بفرمایید، خواهش میکنم. و کسانی که دوست دارن توی مسابقه شرکت کنند اما حضور فیزیکی اینجا ندارن، ما بهشون یه روشی میدیم و اونم اینه که میتونن در مسابقه پیامکی ما شرکت کنند. و کسایی که دوست دارن مثل خانم قاسمی در این مسابقه حضور داشته باشند، میتونن به سایت اینترنتی www.parvaz99.ir وارد بشن و در این مسابقه شرکت کنن، اونجا فرم پر کنن، توی مسابقه باشن. و یا اگه دوست دارن از مسائل آموزشی و دیویدی های آموزشی پرواز استفاده کنن، میتونن به شماره تلفن 021-22-69-10-10 با این شماره تماس بگیرن و در این مسابقه حضور پیدا کنن، یا اینکه از اون دیویدی های آموزشی بهره مند بشن. ببینیم و بشنویم مسابقه پیامکی رو که هر شب به 4 نفر 150 هزار تومان و در ماه به 1 نفر 2,500,000 تومان جایزه میده. ببینیم با هم. ما راجع به نشه طبعی صحبتی کرده بودیم، چند تا نکته رو توی تدریسمون گفتیم که این که به ویرگول توی بدل خیلی گیر ندن و تعیین کننده ترین امر تو تستای نقشای طبعی واوه، انواع واوه. این تست رو با هم ببینیم. نقش طبعی در کدام گزینه با سایر گزینه ها تفاوت دارد؟ امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و تر و تباه شده بود و برنشست. گفت بونس را بگوی که امروز درستم و در این دو سه روز بار داده آید که علت و تب تمامی زایل شد. سه، این مرد بزرگ و دبیر کافی به نشاط قلم در نهاد و تا نزدیک نماز پیشین از این مهمات فارغ شده بود. چار، امیر را یافتم آنجا زبر تخت نشسته، مخنقه در گردن، اقدی همه کافور و بلعلای طبیب آنجا نشسته بود. بازم تأکید میکنم به واوها دقت کنید. خانم ها آقایان، مسابقه ما تموم شد و برنده امشب هم مشخص شد. امیدوارم که شما همیشه برنده زندگیتون باشید و بتونید گزینه مناسب رو انتخاب کنید. بدرود و خدا نگهدار.